حدود 90% مبتلایان به دیابت نوع 2 مبتلا هستند. اگر دیابت نوع 2 داری، یعنی انسولین ایجاد شده در پانکراس نمیتونه به درستی کار کنه یا لوزالمعدت نمیتونه انسولین کافی تولید کنه. همونطور که میدونی هممون برای زندگی به انسولین نیاز داریم. انسولین اجازه میده تا گلوکوز موجود در خون وارد سلولها بشن و به بدن ما سوخت رسانی کنن. هنگامی که به دیابت نوع 2 مبتلا هستی، بدن هنوز کربوهیدرات های موجود در غذا و نوشیدنی رو تجزیه و به گلوکوز تبدیل میکنه. لوزالمعده با ترشح انسولین به این مسئله پاسخ میده. حالا چون این انسولین نمیتونه به درستی کارش رو انجام بده، سطح گلوکوز خون مدام افزایش پیدا میکنه. پس انسولین بیشتری ترشح میشه. برای برخی از افراد مبتلا به دیابت نوع 2 این امر در نهایت پانکراس رو خسته میکنه. پس تولید انسولین کاهش پیدا میکنه که این حتی باعث افزایش بیشتر سطح گلوکوز خون میشه. علائم: اگر تا الان من رو در یوتیوب دنبال نکردی، همین الان سابسکرایب کن تا پاسخ بسیاری از سوالات پزشکی تو در صفحه من به رایگان پیدا کنیم. تازه راجب دیابت نوع 1 هم هفته پیش یه ویدیو اختصاصی گذاشتم. حتما چکش کن. سابسکرایب کردن فقط 5 ثانیه طول میکشه. ممنونم ازت. در بسیاری از افراد ممکنه هیچ علائمی دیده نشه یا خیلی‌ها حتی متوجه هم نمیشن که دیابت دارن. اما این علائم عبارتند از افزایش تشنگی و گرسنگی، تکرر ادرار، کاهش وزن ناخواسته، خستگی، تاری دید، زخمایی که به آرامی خوب میشن، عفونت‌های مکرر، بی‌حسی یا سوزن شدن در دست‌ها یا پاها و مناطقی از پوست که تیره نبودن ولی تیره شدن، معمولاً در زیر بغل و گردن. برخی به این علائم اهمیت نمیدن و بیخیالن. این افراد ندونسته میتونن تا 10 سال قبل از تشخیص با دیابت نوع 2 زندگی کنن و برای مدت طولانی سطح گلوکوز خونشون بالا بمونه و این میتونه به قلب و چشم و پا و کلیه‌شون آسیب بزنه. تشخیص: دیابت نوع 2 معمولاً با استفاده از آزمایش گلیکیتد هموگلوبین یا A1C تشخیص داده میشه. این آزمایش خون میزان متوسط قند خون شما رو در 2 یا 3 ماه گذشته نشون میده. زیر 5.7% طبیعیه. 5.7 تا 6.4% به عنوان پیش دیابت تشخیص داده میشه. 6.5% یا بیشتر در 2 آزمایش جداگانه نشانگر دیابته. درمان: اگر تا الان این ویدیو رو لایک نکردی، حتما همین الان لایکش کن که این بهترین راه برای نشون دادن رضایتت از این ویدیوه. و همینطور نقد خودت رو اون پایین درج کن تا در بهتر شدن ویدیوها از انتقادت استفاده کنم. روش‌های مختلفی برای درمان دیابت نوع 2 وجود داره. برخی از افراد میتونن با تغذیه سالم، تحرک بیشتر و کاهش وزن اونو کنترلش کنن. در نهایت بیشتر افراد برای پایین آوردن سطح گلوکوز خونشون به دارو نیاز دارن. مدیریت این بیماری شامل غذاهای غنی از فیبر و کربوهیدرات‌های سالم در رژیم غذایی. در زمانهای منظم غذا بخور. فقط به میزان سیری غذا بخور. وزن خودت رو کنترل کن و قلبت رو سالم نگه دار. روزانه حدود نیم ساعت فعالیت هوازی داشته باش. خب حالا اولین خط دارویی برای درمان دیابت نوع 2 چیه؟ متفورمین باید داروی خط اول برای درمان دیابت نوع 2 باشه. انسولین و سولفنیل یوریس باید خط دوم باشه و گلیتازون ها هم باید برای خط سوم رزرو شن. متفورمین تنها داروی دیابت نوع 2 که باعث افزایش وزن نمیشه که این خودش یه مزیت خیلی مهمیه. وقتی شروع به مصرف این داروها کنی، احساس بهتری خواهی داشت که این یعنی سطح گلوکوز خونت داره میاد پایین. در نظر داشته باش که میزان زیاد گلوکوز در خون به مدت طولانی میتونه به قلب و چشمات و پا و کلیت آسیب جدی بزنه. پس مراقب سلامتیت باش عزیزم. یادت نره این ویدیو رو لایک کنی و میتونی با ارسال لینک این ویدیو به دوست آشنا بهشون نشون بدی که به فکر سلامتیشون هستی. خودت هم اگر خدایی نکرده مریض احواری این زیر برام بنویس مشکل تو، یه تشخیص رایگان از من هدیه به تو. بدرود.